سلام به همه آبیا، SSیا، تاجیا، به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه برای پیشبازی بازی چهارممون تو لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان. اول از همه یه پوستر خیلی جذاب و دیدنی درست کرده سایت استقلال و گذاشته. به نظر من این کاری که دارن انجام میدن واقعا قشنگه. یه کار خیلی هنری، ترتمیز، خوشگله که حالا بازی قبلی با سپاهان یه مقداری جنجال ساز شد، ولی کار قشنگیه و به نظر من این کارو باید ادامه بدن. میتونه بازی‌ها رو از قبل خیلی شیک‌تر بکنه. مثل تیم‌های خارجی که همیشه یه پیشبازی دارن و یه پیش درآمد میرن با عکس‌های خوشگل، ما هم همون روند رو بریم، کار قشنگیه. اول از همه بریم سراغ داور مسابقه. خیلی جالبه. ورزش 3 یه تیتری زده بود واقعا دیدنی. زده داور متخصص. بعد تو متنش که میای زده داور بازی بدون کم نقص و بدون مشکل. حالا این داور کدوم بازی بوده؟ امیر سامان سلطانی، کسی که قراره بازی ما و استقلال خوزستان رو داوری بکنه، داور بازی پرسپولیس آلومینیومه، همونی که پرسپولیس با یه گل آفساید برد. این داور کم نقص؟ آفرین واقعا. یعنی ورزش 3 یه جوری داره طرفداری از پرسپولیس میکنه و حکومتی بازی در میاره که قشنگ مشخصه بودجش از کجا داره میاد و داره چه جوری مدیریت میشه، که کاملا همیشه نظراتش به سمت تیم حکومتیه. کمکاش هم علیرضا مرادی و صالح آبادی هستن که حالا باید ببینیم بازم از اون آفساید اتفاق میفته یا نه، چون پرسپولیس که هر بازی برای یه گل آفسایدی یه چیزی بزنه و یه جوری کار بازی رو برای خودش در بیاره، از اون برم یه پنالتی برای ما نگیرن. حالا باید ببینیم با این داوری که برامون گذاشتن قراره چه اتفاقی بیفته. ولی اگر خوب بازی بکنیم و با توجه اینکه استقلال خوزستان خیلی تیم قوی نیست، به نظرم داور هر چقدرم زحمت خودش رو بکشه که بازی رو برای حریف استقلال در بیاره، بازم نمیتونه. در مورد نتایجی که تا حالا ما با استقلال خوزستان تو لیگ برتر گرفتیم، یه اتفاق جالب افتاده. ببینن اصلا این باشگاه سال 90 تأسیس شده، 2 سال تو لیگ آزادگان بازی میکنه و میاد لیگ برتر. یعنی اونا تازه تو لیگ 13 وارد لیگ برتر میشن، 6 فصل تو لیگ برتر میمونن تا لیگ 18 و سقوط میکنن و دوباره امسال به لیگ برتر برگشتن. پس خیلی سابقه زیادی ندارن، 6 فصل بودن، 6 تا رفت، 6 تا برگشت ما باشون بازی کردیم. جالبه که تو لیگ 13 و تو بعد به ورود استقلال خوزستان به لیگ برتر ما رو تو خونه خودشون 2-0 میبرن و تو بازی برگشت توی آزادی ما اونا رو 1-0 میبریم و انتقام شکست رفت رو میگیریم. تو لیگ 14 ما استقلال خوزستان رو تو تهران 1-0 میبریم و بازی برگشت تو زمین استقلال خوزستان یکی از دیدنی ترین بازی استقلال تو لیگ برتر میشه، بازی که 4-4 مساوی میشه. لیگ 15 لیگی بود که استقلال خوزستان با عبدالله ویسی در میان شگفتی همگان قهرمان لیگ برتر شد. اونا اون فصل ما رو نبردن، ما هم اونا رو نبردیم. بازی رفت تو تهران 1-1 شد، بازی برگشت هم تو خوزستان 1-1 کردیم. لیگ 16 و استقلال خوزستان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی شروع کرد و خب ادعاهای زیادی داشت و تو اون سال هم تونست ما رو دبل کنه. اونا بازی رفت و تو خوزستان هم ما 2-1 بردن، بازی برگشت تو آزادی هم ما رو 2-1 بردن. یکی از فصلایی که خیلی استثنایی بود که یه تیمی که خیلی اسم و رسم داره و بزرگه بتونه استقلال رو دبل کنه. توی لیگ 17 توی تهران با استقلال خوزستان 0-0 کردیم، اما تو بازی برگشت و تو اهواز تونستیم اونا رو 3-0 ببریم. توی لیگ 18 لیگی که استقلال خوزستان سقوط کرد به دسته پایین‌تر، ما تو خوزستان اونا رو 1-0 بردیم و تو بازی برگشت هم توی آزادی اونا رو 4-2 بردیم و با توجه اینکه ما دبلشون کردیم و اون فصل هم فصل خوبی نداشتن، یه دسته افتادن پایین‌تر. وقتی یه نگاهی به آمار کلی بازی استقلال و استقلال خوزستان میندازیم، میبینیم که خب ما 6 بار توی آزادی میزبان اونا بودیم، 6 بار هم توی خونه اونا بازی کردیم. توی 6 باری که توی آزادی باشون بازی داشتیم، 3 بار بردیم، 2 بار مساوی کردیم و فقط 1 بار باختیم. اما تو خونه اونا یه مقدار قضیه جالب بوده. 2 بار بردیم، 2 بار مساوی کردیم، 2 بار باختیم. از اونجایی که ما فقط یه بار بهشون باختیم و جدیداً هم اونا اونقدر تیم قوی نیستن که بتونن با ما رقابت بکنن، به نظر میاد که قراره یه برد به بردامون اضافه بشه. وقتی شرایط فعلی دوتا تیم رو نگاه میکنیم، ما که استقلال باشیم تو هفته اول رفتیم و سند نفت و تو آبادان 3-0 کردیم، بعدم برگشتیم تو آزادی ملوان رو 1-0 بردیم و تو هفته سوم هم با اون وضع داوری 1-0 به سپاهان با اون همه مهره تو اصفهان باختیم. اما استقلال خوزستان کاملا وضع متفاوتی داشته. هفته اول به زور با یه گل نسبتا اتفاقی با شمس‌آذر 1-1 کرد، یعنی تازه تونست گل مساوی رو بزنه، اونم به شمس‌آذری که تازه به لیگ برتر اومده.
تو هفته دوم که یکیچ به آلومینیوم باخت، تو هفته سوم هم با توجه به بازی که تراکتور توی مسابقات آسیایی داشت بازیشون کنسل شد و بنابراین اونا دو تا بازی کردن و الان به دیدار ما باید بیان و خب شرایط خیلی خوبی ندارن. درسته که پورموسوی مربی خوبیه ولی چون دستش خالیه به نظر نمیاد بتونه کار خاصی بکنه. از اون طرف از اونجایی که نکونام یه کارت زرد داره، اگر یه کارت زرد داور بهش بده توی این بازی به هر دلیلی که خب باید خیلی حواسش به نظر من نکونام جمع بکنه، برای بازی بعدی ما تو لیگ برتر که با پرسپولیس و بعد داربی رو بازی بکنیم محروم میشه. بنابراین به نظر من نکونام باید خیلی حواس جمع باشه و داور هر کاری کرد که رو اعصابش بره باید خودش رو کنترل بکنه. ما با آرامش احتمال زیاد میتونیم بازی رو ببریم. در آخر مثل همه ویدیوهای پیش بازی ازتون میخوام که بازی رو پیش بینی کنید و اگر بتونین درست این کارو انجام بدین جایزه ببرید. تا حالا توی 3 هفته گذشته هیچ کس نتونسته نتیجه بازی و گلزنا رو دقیق بگه. من از شما میخوام که بگین آقا مثلا استقلال 2-0 میبره، گلش هم مثلا یکی ارسلان میزنه یکی یامگا میزنه. دقیق حتی گلزن رو هم باید بگین که تا حالا این اتفاق نیفتاده. اما نظر خود من چیه؟ با توجه به شرایطی که استقلال داره، ببینین استقلال از نظر من تو بازی سند نفت تو ضد حمله ها خوب بود، اونقدر خوب بازی نکرد ولی خوب نتیجه گرفت. توی هفته دوم یه پله بهتر شد و بازی و ملوان سوار بودیم تا بالاخره توپامون گل، یه توپمون تونستیم گلش بکنیم. اما بازی با سپاهان عالی بودیم، مقابل یه تیم پرمهره با یه فکر و ایده خوب با یه پرس سنگین خیلی خوب بازی کردیم و حقمون هم نبود که بازیم، یعنی پله پله بهتر شدیم. من از اون باختی که به سپاهان دادیم امید بیشتری برای استقلال پیدا کردم برای این فصل، بنابراین احتمال زیاد میدم که ما این بازی رو میبریم. ولی اینکه بتونیم حالا گلای زیادی به استقلال خوزستان بزنیم نمیدونم، چون شاید مثلا ما یه گل تو همون نیمه اول بزنیم یا زیر دقیقه 60 یه گل بزنیم و استقلال خوزستان بازم از لاک دفاعی بیرون نیاد و همینجوری توی دفاع بمونه و دیگه نتونیم گلای بیشتری بهش بزنیم. شاید هم بیاد خیلی باز بازی کنه و قشنگ بخواد بازی بکنه، اون وقت میتونیم گلای زیادی بهش بزنیم. ولی پیش بینی من اینه که با اختلاف 2 گل یا بیشتر استقلال خوزستان رو میبریم. امیدوارم از این ویدیو راضی باشین. هممون فردا میخوایم بشینیم و بازی استقلال و استقلال خوزستان رو ببینیم، بازی که مطمئنیم میبریم و با 9 امتیاز از 4 بازی نزدیک نزدیک میشیم به صدر جدول.